عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنایی هستم از پرژن وارس جوایز فارسی. با یکی از مصاحبه های برنامه جوایز فارسی در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب آقای یاشار هیلزایی هستیم. آقای یاشار خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم، مرسی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. مرسی، متشکر. آقای یاشار اگه لطف کنید یه مقدار از خودتون بگیم، بینندگان ما با شما آشنا شن، کجا به دنیا اومدیم، در چه حرفه‌ای در حال در واقع چه درسی خوندین، در چه حرفه‌ای در حال در واقع فعالیت هستیم. خدمتتون عرض کنم که من یاشار حلتایی هستم، 38 سال سنمه. تحصیلاتم نرم افزار کامپیوتر خوندم و الان در حال حاضر در کار تبلیغات هستم، یعنی کارهای تبلیغاتی انجام میدم و توی شرکت صنعت مدیر تبلیغات شرکتی دارم. بسیار عالی. آقای یاشار، با توجه به اینکه شما یک بک‌گراند در واقع موزیسین، پدر موزیسین، خانواده موزیسین داشتین، هیچ وقت به موزیک فکر کردین خودتون؟ فکر نکنه از بچگی وقتی که پدر موزیسین، آدم خیلی دوست داره که راه پدرش همیشه پیش بگیره و وارد این عرصه بشه. ولی خب متاسفانه با اتفاقاتی که برای خانواده ما افتاد و مهاجرت پدر و حالا مسائل مربوط به کشور و عوض شدن و سبک زندگی و اینا، من زیاد به سمت موسیقی گرایش پیدا نکردم. ولی خب برادر بزرگترم رامین هم کار آهنگسازی میکنه، هم گیتار الکتریک میزنه، اون بیشتر از من وارد این قضیه شد. من بیشتر علاقه به حوزه بیزینس و کارهای تبلیغات و این داستان داشتم، بیشتر تو این حوزه ها وارد شدم و کار موسیقی انجام ندادم، چه شنونده هم. بسیار عالی. آقای یاشار، شما وقتی که در واقع رشته، حالا نرم افزار که فهمیدین، این توی این رشته پا گذاشتین، آیا اطرافیان بودن که شما رو تشویق کردن به این دنیا، یا چه جرقه ای خورد که شما به این سمت رفتید؟ من از بچگی علاقه زیادی به این رشته داشتم، یعنی از مباحث، خب سن ما دهه 60 هم چون آقا بحث نرم افزار و کامپیوتر اینا برای ما خیلی چیز جدیدی بود، خیلی علاقه داشتم از بچگی وارد این حوزه بشم و وارد رشته نرم افزار و کامپیوتر شدم بر اساس علاقه‌ای که داشتم. بابا هم خیلی دوست داشت، یعنی من روزی که می‌خواستم وارد این قضیه رشته انتخاب کنم، خیلی با بابا صحبت کردم من برم نرم چیکار کنم اینا، که بابا هم خیلی حمایت کرد، گفت خیلی نرم، خیلی رشته خوبیه، آینده داره، حتما برو سمت این رشته. و من خب این رشته انتخاب کردم و وارد این رشته شدم. درسته. به عنوان کسی که حالا توی نرم افزار کامپیوتر خیلی پیشرفت کردیم و الان سمت مدیریت رو داریم، چالش هایی که این رشته داره برای حال کسانی که توی این زمینه فعالیت میکنن، اگه بخوان چالش هایی پیش روی داشته باشن و شما بتونید الان توی این مصاحبه یه صحبت هایی بکنید براشون، چه چیز رو میتونید بگید براشون؟ این چالش هایی که این رشته داره، بازار کارشه، خیلی بازار کار کمی داره و نیروی متخصص، البته نیروی متخصص اکثرا از ایران میرن چون اون بازار کار رو نمیتونن پیدا کنن. چالش های مختلفی داره، زیر ساخت های فناوری اینجا به قول معروف اونقدر پیشرفت نکرده، خدمت عرض کنم، و چالش دارن روی این قضیه. منم این رشته رو که رفتم زمانی که خوندم، بیشتر بحث این بود که حالا ما میخواستیم دیگه، تصمیم گرفته بودیم با بابا که بابا بیاد تو دبی زندگی کنه و خدمت رو عرض کنم که منم بیام دبی، و بیشتر سر این قضیه اومدم انتخاب کردم رشته رو که توی دبی به کسب و کاری راه بندازیم و اونجا این رشته ادامه بدم. درست، بسیار عالی. و اما بعد زندگی الان، زندگی کنونیتون چجوری؟ آقای یاشار هلتایی مجرد هم متأهل، هم فرزند دارن ندارن؟ خدمت هم، من متعلم، یه دخترم دارم، یه دختر 6 ساله دارم که خب تهران زندگی میکنیم با هم. بسیار عالی. علاقه داره به من در واقع چیزای کامپیوتریشون علاقه داره، چیزی که شما تشویقش میکنید؟ حالا برخلاف من، اون خیلی بیشتر علاقه به هنر داره و استعداد خیلی خوبی داره توی این رشته و حالا یواش یواش داریم باهاش کار میکنیم که انشالله ببینیم به چه صورته دیگه بتونه وارد این هنر، این رشته بشه نشه، حالا به چه صورته. زیادم سخت نمیگیریم براش دیگه، ببینیم خودش انتخاب کنه.
درسته. حالا با توجه به اینکه در واقع همچون که فهمیدیم فرزندتون هم علاقه به هنر داره و شما تکنه از یه خانواده موزیسین و هنرمند اومدید، هیچ تلفیقی بین این دوتا پیدا کردید که بتونید در واقع کارهای نرم افزاری رو یه جوری با هنر و موسیقی تلفیق کنید؟ راستش رو بخواین من نتونستم این کار انجام بدم زیاد، خب به خاطر یه سری اتفاقاتی که برای خانواده افتاد و ما از پدر دور شدیم، برادرام دور شدن، ما دور شدیم، مثلا جدا شدیم به خاطر شرایطی که دیگه تو ایران بود و پدر نمیتونست اینجا فعالیتی داشته باشه. من خیلی روم تاثیر گذاشت که نکنه منم وارد این قضیه بشم و خب بچه‌م دچار این مشکل بشه. به هر حال زمینه شرکت تو این رشته تو ایران خب خیلی کمه دیگه، مشکلات خاص خودشو داره. اگه بخواین حرفه‌ای به این قضیه نگاه کنیم میبینیم که همه از ایران دارن میرن، کسی نمیتونه زیاد تو این رشته فعالیت داشته باشه. من خیلی نگران بودم چون خیلی آدم خانواده دوستی هستم و بچگی ما دور از خانواده بودیم به خاطر شرایط. ما از امریکا دیگه برگشتیم ایران با مادرم و داداشم اونجا بود با پدرم، خیلی دور شدیم از من. و شرایط سختی داشتیم و دوست نداشتم که بچه‌م وارد این محیط بشه. یعنی خودم یکی از دلایلی که سراغ موسیقی نرفتم شاید یکی از عمده‌ترین دلایلش این بود که دوست نداشتم این مشکلات خانوادگی که برای من پیش اومده برای بچه‌م پیش بیاد. و این فکر کنم همچین سرد بزرگی شد که من زیاد به سمت موسیقی گرایش پیدا نکنم. خیلی هم با بابام سر همین قضیه حرف زدم و با هم حرف میزدیم که درد و دل میکردیم که اینجوری شد اونجوری شد. البته اونم میگفت راست میگی دیگه، همینه اوضاع، همینه، یه ذره هنر سخته، هنرمند جماعت زندگی کردن تو ایران سخته. حالا دوستان اطرافیان همه هنرمنداری که میدیدم باشون حرف میزدم هی بیشتر به تصمیمم امیدوار شدم که تصمیم درستی گرفتم که برای حفظ خانواده و دوری از این شرایط وارد هنر نشم و دیگه رفتم یه سمت دیگه. البته از کامپیوترم جدا شدم و وارد صرف تبلیغات شدم دیگه، کارهای تبلیغاتی انجام دادم. درسته، بسیار عالی. آقای یاشار، اگر که شما الان در واقع بخواید هم نسل های جدیدتری رو بخواید در واقع تشویق کنید که بخواید، حالا چون در نرم افزار و سخت افزار رو حالا به حال بعضی ها علاقه دارن برن دنبالش، بخواید یکی مونده باشه که آیا بره دنبال نرم افزار و دنبال نرم افزار کامپیوتری رو بخونه یا سخت افزار کامپیوتری رو بخونه، به نظر شما بازار کار برای کدومش بهتره؟ الان شرایط با زمان ما خیلی فرق میکنه. الان بازار کار خیلی بهتر شده، حوزه دیجیتال مارکتینگ که ذره تو ایران داره حرفه‌ای میشه، بحث نرم افزار خیلی پیشرفت کرده. الان بازار کار برای جوانایی که الان وارد دانشگاه میشن خیلی بهتر از زمانه بود. زمان ما این امکانات نبود، اینترنت انقدر وسیع نبود، این شبکه‌های اجتماعی نبود، اپ نبود، اصلا داستانه اینجوری نبود. ولی الان خوشبختانه بازار کار خیلی خوبی شده. بحث نرم افزار برنامه نویسی، مخصوصا برنامه نویسی برای اپ یا تو حوزه های مربوط به وب خیلی پیشرفت کرده و فکر کنم بازار خوبی داشته باشن. یعنی کسایی که تو این حوزه وارد میشن الان فکر کنم بازار کار خوبی داشته باشن. بسیار. و اما فهمید از روی تبلیغات، اگر که کسی بخواد کار تبلیغاتی حالا کمپانی شرکتش یا کار تبلیغاتش رو با شما انجام بده، شما وبسایت خاصی دارید که چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟ دوستان خدمتتون عرض کنم که نه، من صفحه اینستاگرامیم هست، صفحه اینستاگرام کاری دارم که اونجا خب کار مشاوره انجام میدیم، کار آموزش انجام میدیم و شغل منم خب به عنوان مدیر تبلیغات توی یه شرکتی هست و انحصاری برای یه شرکت کار میکنم الان در حال حاضر. ولی خب هر چی باشه توی صفحه اینستاگرام میتونیم پاسخگو بشیم. بسیار عالی. عزیزم که این برنامه رو میبینن میتونن زیر همین پست سوالاتی که دارن رو از آقای یاشار بپرسن و ایشون حتما با هم باشون میکنن و اینکه مستقیم باشون بتونن در ارتباط باشن. و اما اگر نکته خاص دیگه هستش که مد نظرتون باشه که بخواید بگین در مورد خودتون، در مورد حرفتون، خوشحال میشم بشنوم. نه ممنون، صحبت خاصی نیستش. ممنون. مرسی، متشکرم. ممنون از بینندگان عزیز که ما رو تا این لحظه تماشا کردن. در نور و عشق باقی بمانید. خدا نگهدار.
سلام، من سنایی هستم از پرژن وارز جوایز پارسی در زمینه ادبیات، موسیقی، فیلم و سینما، رقص و بیزینس در خدمت شما خواهم بود. اگر میخواین اولین برنامه ها و اخبار رو اول از همه شما ببینید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنالش هم بزنید. الان این بالا اینستاگرام ما میاد که میتونید رو هم فالو کنید و آخرین اخبار رو اولین نفر شما ببینید.